تو این ویدیو 6 روش درآمدزایی از بازار ارزهای دیجیتال رو با هم دیگه بررسی میکنیم اگه می‌خواید بدونید این روش‌ها چی هستن، در ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام خدمت تمام دوستان بنده سیناسایان هستم و در کانال یوتیوبمون یک سری آموزش ها راجع به بورس و فارکس و ارزهای دیجیتال قرار میدیم اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنار رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای بعدی به دستتون برسه اما بریم سراغ ویدیو و بررسی روش های از بازار ارزهای دیجیتال اولین موردی که با هم دیگه صحبت میکنیم استخراج ارزهای دیجیتال حتما استخراج رو زیاد شنیدید کسایی که توی دو سه سال اخیر رو بحث استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردن الان دیگه عملا بار خودشون رو بستن برای اینکه بتونید استخراج ارزهای دیجیتال رو انجام بدید فقط کافی یه دستگاه ماینر بخرید و یه برق ارزون داشته باشید و در کنارش یک ای اینترنت با سرعت ثابت هم داشته باشید که این اینترنتتون نباید قطع و وصل بشه تو ایران ما برق ارزون رو داریم اما استفادهش برای استخراج ارزهای دیجیتال یک سری قوانین و ضوابط خاص خودش رو داره که من سعی میکنم تو ویدیوهای بعد این قوانین رو به طور کامل برای شما باز کنم اما روش دومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم استیک یا استیک کردن ارزهای دیجیتاله این روش یک روشیه که میتونید از ارزهای دیجیتال سود بکنید و احتمالا تا حالا زیاد در موردش چیزی نشنیدید منظور از استیک کردن دریافت سود در قبال نگهداری ارزهای دیجیتاله اگه بخوایم یک مثال ساده راجع به استیک کردن بزنیم شبیه همین سپرده کردن پولامون توی بانکه یعنی شما پولاتونو توی بانک برای مدت معینی قرار میدید و در قبالش سود معینی هم دریافت میکنید دقیقا یه همچین اتفاقی تو بازار ارزهای دیجیتال میفته و اسمش استیک کردن میذاریم شما یه مقداری از ارزهای دیجیتالتون رو نگه میدارید حالا توی یک صرافی خاصی و یا توی یک کیف پول خاصی و اون صرافی میاد به شما در قبال نگهداری ارزهای دیجیتالتون یک سود خاصی رو بهتون میده خیلی ها میگن این راه بهتر از استخراج ارزهای دیجیتاله و همینطور اما استیک کردن یه سری نکات مربوط به خودش رو هم داره نکته اولی که باید بدونید اینه که همه ارزهای دیجیتال قابلیت استیک کردن رو ندارن یعنی فقط بعضی ارزهای دیجیتال هستن که شما میتونید با خریدنشون و سپرده کردنشون از نگهداری این ارزهای دیجیتال سود در بیارید اینکه شما در قبال استیک کردن ارزهای دیجیتالتون چه مقدار سود به دست بیارین متغیر و به عوامل متعددی بستگی داره نوع ارز دیجیتال نوع صرافی یا والتی که میخواید ارز دیجیتالتون تون استیک بکنید و همچنین مدت زمان استیک کردنتون همه این عوامل میتونن رو میزان سودی که شما دریافت میکنید تاثیر بذارن اما روش سومی که میخوایم راجبش صحبت کنیم هولد کردنه هولد کردن راحت ترین کار برای سود بردن در بازار ارزهای دیجیتاله توی این روش شما فقط کافی ارز دیجیتالی که مد نظر دارید رو بخرید و برای مدت طولانی یعنی چند سال نگهش دارید و از افزایش قیمت این ارز در مدت این چند سال یک سود زیادی رو میبرید در مورد هولد کردن یک نکته خیلی خیلی مهمی رو باید بهش توجه بکنید و اونم اینه که همه ارزهای دیجیتال ارزش هولد کردن رو ندارن ارزی رو که میخواهید هولد بکنید باید در موردش ابتدا تحقیق بکنید که ارز آینده داری باشه و بعد چندین سال نابود نشه خیلی از ارزهای دیجیتال هستن که بعد چندین سال کلا نابود میشن و از بین میرن و ارزششون س... به صفر میرسه در مورد هولد کردن این نکته رو مد نظرتون داشته باشید که تمام ارزهای دیجیتال ارزش هولد کردن و نگهداری برای طولانی مدت رو ندارن ارزی ارزش هولد کردن داره که یک ارز آینده دار باشه و بعد مدت چندین سال یه افزایش قیمتی داشته باشه بعضی از ارزهای دیجیتال بعد چندین سال نابود میشن و بالکل از بین میرن پس قبل از اینکه تصمیم بگیرید ارزی رو هلد بکنید بهتره که راجع به اون ارز یک تحقیق جامعی انجام بدید تا بعد چندین سال که سرمایه‌تون رو رو اون ارز میذارید دیگه دچار پشیمونی نشید اما چهارمین راه که یکی از جذابترین راهها برای سود کردن در بازار ارزهای دیجیتال اونم ترید کردن و نوسانگیری از ارزهای دیجیتاله تو ترید کردن شما بدون دقدقه سودتون رو ور میدارید و از بازار سودتون رو خارج میکنید در مورد روش های مطمئن ترید در بازار ارزهای دیجیتال من یه ویدیو قبلا ضبط کردم لینکش رو در بالای همین ویدیو و همچنین در دسکریپشن همین ویدیو براتون قرار میدم اما قبل از اینکه بحث ترید رو ببندیم من یک نکته راجع به ترید در بازار ارزهای دیجیتال بدم و اونم اینه که دوستانی که دارید ترید میکنید در بازار ارزهای دیجیتال و دارید نوسانگیری میکنید یک نکته رو همیشه یادتون باش و اونم اینه که اگه دارید از لوریج و احرام استفاده میکنید در بازار کریپتوکارنسی ها فقط از لوریج های زیر ده استفاده بکنید من خودم از لوریج حوالی دو سه استفاده میکنم و بعضی وقت ها هم اصلا از لوریج خودم استفاده نمی و شما اگه دوست دارید از لوریج یا همون اهرم استفاده بکنید نهایت دو سه روش در استفاده نکنید چون بالاتر از این ریسک معاملاتیتون رو خیلی بالا میبره و ممکنه با یک شدوی کوچیک یا یک کندل کوچیکی که میزنه کلا کالمارجین بشید و حسابتون از بین بره روش پنجم یک روش غیر مستقیم درآمدزایی از, از حوزه ارزهای دیجیتاله. این روش به این صورته که شما محصولات و خدمات مرتبط با این حوزه رو به علاقمندای این حوزه به فروش میرسونید. به این صورت که شما میتونید برای فروش محصولات مثلا دستگاه های ماینر رو بفروشید و یا اینکه کیف پول های سخت افزاری رو به فروش برسونید و یا بهتر از همه اینا برای افرادی که میخوان تازه وارد این بازار بشن و تازه دارن علاقه من به این بازار میشن شما بیاید مشاوره بدید و یک سری از پروژه ها و کارهاشون رو براشون انجام بدید و در قبالش سود خوبی هم دریافت میکنید روش شیشم یک روشیه که قطعا من این روش رو توصیه نمی کنم. اما چون مرتبط با بحث ارزهای دیجیتال بود من بیانش میکنم تا بدونین اهداف این سایت ها چیه نگاه کنید یک سایت هایی هستن سایت های کلیکی هن. یعنی شما میرید روی یک دکمه هایی در این سایت ها کلیک میکنید و در قبالش میرید یه مقداری از ارزهای دیجیتال رو به شما میدن 90 درصد این سایت ها که کلک بازی و کلاهبرداری هستند و هیچ پولی به شما نمیدن اما اون ده درصدشون که کلاهبردار نیستن لابلای اون کلیک هاشون میان یک سری تبلیغات قرار میدن و از اون تبلیغات های پولی در میارن بخشی از این پول رو میان به ارزهای دیجیتال تبدیل میکنن و به شما به عنوان کسی که دارید این تبلیغ ها رو نگاه میکنید پرداخت میکنن اما این پول انقدر کمه که به نظر من اصلا ارزش نداره شما بخواید بیاد وقتتون رو و علاوه بر اون حجم نتتون رو بذارید که بیاید این تبلیغات ها رو نگاه بکنید پس عملا راه شیشم راه به بخوری نیست و نباید واردش بشید اما پنج تا راه قبلی که بهتون گفتم روش های خوبی که میتونید در بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از اون روش ها سودای زیادی رو ببرید هر سوالی در مورد این روش های درآمدزایی دارید در بخش کامنت ها بپرسید اگه یک نکته از این ویدیو گرفتید حتما ویدیو رو لایک بکنید و اگر در کانال عضو نشدید حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنار رو هم روشن بکنید تا ویدیوهای بعدی اون به دستتون برسه من دو تا دیگه ویدیوی مرتبط با بحث ارزهای دیجیتال هم بهتون پیشنهاد میکنم توصیه میکنم اونا رو هم ببینید و تا ویدیوی بعدی و تا آموزش های بعدی خدا نگهدار